کلاس گذشته من قصد دارم آثار هنری هنرمندانی را به شما نشان دهم که افراد را به شیوهی منحصر به فرد بیان کرده اند. لطفاً به نام هنرمند و سال تولد و فوت او که در کنار هر عکس نوشته شده است مراجعه کنید. این اثر هنری از گوستاو کلیمنت است. او پورتره‌های زیادی از مردم کشید. در مقایسه با هنرمندان دیگر چه تفاوت‌هایی می‌بینید؟ اول اینکه تمام صفحه پر از طلا است. علاوه بر این لباس‌ها، لوازم جانبی و پس زمینه دارای الگوهای فانتزی هستند و همین باعث می‌شوند که پورتری متمایز ایجاد شود. این هم از کلیمت است. عنوان این نقاشی بوسه است. این شناخته شده ترین اثر از اوست. به نظر من تزیینات طلایی این زوج عاشق را زیباتر نشان می دهد. و علاوه بر آن گلهای پایین صفحه هم فضای گرم ایجاد کرده است. این نقاشی از اگون شیله است. او همچنین پورتره‌های زیادی از مردم کشید. به نظر بسیار متفاوت از نقاشی‌های کلیمت است که تزیینات زیادی داشت. شما چه فکر می‌کنین؟ در ضمن در هر دو نقاشی به نظر می‌آید که رنگ‌آمیزی تمام نشده است. اما نقاشی‌هایی که کاملاً رنگی هستند لزوماً نقاشی‌های خوبی نیستند. آنچه مهم است این است که فرد افکار، احساسات و عواطف خود را منتقل کند. به همین دلیل است که فکر می‌کنم نقاشی‌های او شگفت انگیز هستند. فکر می‌کنم او عواطف و احساسات زیادی را در حالات چهره افراد بیان می‌کرد. چه احساساتی را در حالت‌های چهره این افراد می‌بینید؟ این هم از اگون شیله است. می‌توانید ببینید فرم و رنگ‌ها معمولی نیستند، بلکه منحصر به فرد هستند. رنگ‌های مختلف به طور نامحسوسی با هم مخلوط می‌شوند و بازوها به طور غیرعادی خم می‌شوند. به طور کلی ساده و غیر معمول است، اما خلاقیت او چیزی است که توجه مردم را به خود جلب می‌کند. این خودنگاره از هانری روسو است. چون شغلش رسامی نبود و مأمور گمرک بود، فقط یک شنبه ها نقاشی می کشید. آیا به همین دلیل بود که خود را با کت و شلوار کشیده است؟ او یک قلمو و یک پالت در دست دارد و در پشت سرش یک کشتی با پرچم های جهان وجود دارد. من فکر می کنم فضای پشت سرش تا حدودی نامناسب آن چیزی است که کنجکاوی را تحریک کند و در نتیجه آن را جالب نشان می دهد. آخرین اما نه کم اهمیت، این خودنگاری از یون دو سئو است. او یک نقاش کره‌ای در زمان سلسله چوسون بود و این مشهورترین خودنگاره در میان پورتره‌های بیشمار در آن زمان بود. برخلاف سایر آثار هنری فقط روی صورت تمرکز کرده است. چشمان قوی که تقریباً از صفحه بیرون می آیند و ریشی که با جزئیات ترسیم شده است چشمگیر است. آیا از دیدن نقاشی ها لذت بردید؟ من می خواستم یک تصویر گرم از یک مادر و کودک به شما نشان بدهم. از همین خاطر این تصویر را آوردم. من مادر و بچه را در وسط می کشم و ویژگی های نقاشی گوستاو کلیمت را اجرا می کنم. پس بیایید با هم شروع کنیم. خب، من طرح خود را از قبل تمام کردم. ابتدا چند الگو را با یک نشانگر می کشم.
سپس چند الگوی دیگر را با مدادهای رنگی می کشم و آن فرد را نیز رنگ می کنم. من برای رنگ کردن پس زمینه و موها از آب رنگ استفاده می کنم. من با رنگ‌آمیزی دقیق الگوها با استفاده از مداد رنگی نقاشی را به پایان خواهم برد.
بعد از آن یک روزنامه یا یک تکه کاغذ برش میزنم و در قسمت وسط میپوشانم. سپس مقداری رنگ بر روی پس زمینه می پاشم. بسیار خوب، تمام شد. سعی کنید نقاشی های خلاقانه ای بسازید که از نقاشی من متفاوت به نظر برسد. دفعه بعد می بینمتان. خدا نگهدار.